سازمان ملل متحد به مناسبت 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کنی فقر، خواستار دسترسی همگانی به کار مناسب و حمایت اجتماعی به عنوان ابزاری برای حفظ کرامت انسانی برای همه شده است. این سازمان میگوید تقریبا 700 میلیون نفر در جهان در فقر شدید زندگی میکنند. همکارم علی اکبری گزارش میدهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 میلادی 17 اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر در جهان به رسمیت شناخته و از آن به بعد همه سال این روز را گرامی می‌دارند. سازمان ملل روز سه‌شنبه 25 مهر ماه در گزارشی اعلام کرده بسیاری از کسانی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، در اقتصاد غیر رسمی کار می‌کنند و با شرایط سخت و خطرناکی روبرو هستند. به گفته این سازمان علارغم ساعات طولانی کار، این افراد قادر به کسب درآمد کافی برای مخارج خود و خانواده نیستند. سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که تقریباً 2/3 جمعیت شاغل جهان، یعنی بیش از 2 میلیارد نفر، کارگران غیر رسمی هستند. طبق گزارش سازمان ملل در سال 2020 تنها 46.9% از جمعیت جهان تحت پوشش حداقل مزیت حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند، اما بیش از نیمی از جمعیت جهان از پوشش این برنامه‌ها بیرون ماندند. هرچند شرایط کار غیر رسمی عمدتاً در آمریکای لاتین و آفریقا ذکر شده، اما کار غیر رسمی در کشورهای با درآمد بالا به ویژه در میان کارگران حاشیه نشین و فاقد مدرک نیز وجود دارد. علاوه بر این، افرادی که مستقیماً تحت تأثیر فقر شدید قرار می گیرند با تبعیض مواجه می شوند و به دلیل وضعیت اجتماعی اقتصادی، سطوح پایین تحصیلات و همچنین ننگ ناشی از فقیر بودن قادر به دستیابی به کار مناسب نیستند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف تخمین می‌زند که در کشورهای کم توسعه یافته از هر 4 کودک 5 تا 17 سال بیش از 1 نفر درگیر کارهایی است که برای سلامتی و رشد آنها مضر است. تبعیض در میان زنان نیز وجود دارد که طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار 58% از نیروی کار غیر رسمی را تشکیل می‌دهند. نگرانی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر در جهان در حالی است که هم‌اکنون چندین کشور آسیایی به ویژه کشورهای اسلامی از افزایش فقر و گرسنگی رنج می‌برند. یمن، سوریه، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که طی سالهای اخیر به دلایل تحولات سیاسی، امنیتی و حوادث طبیعی دچار قحطی و فقر شدید شدند. در این میان افغانستان تحت کنترل طالبان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که مردم آن با توجه به شرایطی که طالبان تحمیل کرده به سرعت به سمت فقیرتر شدن حرکت می کنند. بر اساس گزارش‌های معتبر جهانی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بزرگترین بحران بشری دست به گریبان است. با فرارسیدن زمستان و افزایش روزافزون فقر، میلیون ها تن در این کشور از تشدید گرسنگی و سردی هوا ابراز نگرانی کردند. اکثریت شهروندان افغانستان میگویند که خشکسالی های پی در پی، بیکاری زنان و عدم سرمایه گذاری در راستای زیربناها و برنامه های توسعه‌ای باعث افزایش نگرانی های آنان در زمستان پیش رو شده است. بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی نسبت به تشدید فقر در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه هشدار داد و جهانیان خواست از تجارب امام علی علیه السلام برای رفع علل آن بهره مند شوند. این بنیاد در پیامی به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده از اظهار داشت، آمارهای بین المللی اخیر افزایش خطرناک نرخ فقر را تایید می کنند که به تهدیدی وجودی برای کل جوامع تبدیل شده است. وی توضیح داد این نرخ‌های خطرناک فقر به ویژه در کشورهای در حال توسعه ناشی از سیاست‌های فرصت طلبانه است که جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی را افزایش داده است.
این بنیاد با تاکید بر اهمیت گرامی داشته روز جهانی ریشه‌کنی فقر از تمامی دستاندرکاران و علاقمندان به این موضوع جهانی بشردوستانه خواست از تجارب امام علی علیه السلام در این زمینه بهره‌مند شوند. حسن الخفاجی تولیت مزار محقق هلی رضوان الله تعالی علیه در استان بابل امروز چهارشنبه اعلام کرد که کار پروژه بازسازی مزار ادامه خواهد داشت و مراحل پایانی خود را سپری می کند. الخفاجی خاطر نشان کرد کار با کمک خیر نیکوکار زید مرجان و زیر نظر مهندس عبدالحسین شبر و بخش مهندسی دفتر دبیرخانه کل به مراحل پایانی تکمیل پروژه رسید است. شایان ذکر است محقق هلی ابوالقاسم جعفر ابن حسن ابن یحیی ابن سعید هلی از شخصیت‌های برجسته حوزه شیعه در شهر هله و از فقهای مشهور امامی است. پناهندگان روهینگیا در بنگلادش از کشورهای جهان خواستند تا کمک‌های غذایی بیشتری به آنها ارائه دهند. این درخواست‌ها بر اساس گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از روزنامه بنار نیوز پس از کاهش کمک‌های بشردوستانه به روهینگیا به ویژه به افراد بی‌تابعیت صورت گرفته است. به نوشته این روزنامه برنامه جهانی غذا در سال جاری دوبار تخصیص غذای خود به آوارگان روهینگیا را به 8 دلار برای هر نفر در ماه کاهش داد. زیرا بیش از نیمی از کمک‌های سالانه درخواستی سازمان ملل از طرف سایر کشورها برآورده نشده است. در همین راستا گفتنی است دولت بنگلادش که سالها میزبان صدها هزار پناهجوی روهینگیا بوده است، قاطعانه درخواست‌ها برای اجازه کار در خارج از اردوگاه‌های خود را رد می‌کند و پناهندگان را تقریباً به طور کامل به کمک‌های خارجی وابسته می‌کند. بخش توسعه پایدار در آستان مقدس عباسی کارگاه آموزشی را برای آموزش زبان فارسی به برخی از پرسنل آستان مقدس برگزار کرد. یوسف الحسناوی مربی این کارگاه گفت این کارگاه بر اصول زبان فارسی متمرکز است، اما از حروف و انواع آنها و همچنین قواعدی که در زبان عربی وجود ندارد و بر تلفظ تأثیر می‌گذارد و معانی مختلفی می‌دهد. به افزود مشارکت کنندگان در این دوره آموزشی از بخش هایی هستند که مستقیما در تعامل با زائران هستند، مانند بخش حفظ نظم و سایر بخش ها. به گفته الحسناوی بخش توسعه پایدار کارگاه های آموزشی را به زبان انگلیسی و سایر زبان ها برگزار می کند. مسجدی واقع در ساوث بند در ایالت ایندیانا آمریکا در حال تهیه 1000 وعده غذایی برای کمک به بی‌خانمان‌ها و افراد نیازمند است. داوطلبان این مسجد محلی دست به دست هم دادند تا این بسته‌های غذایی را به دست افرادی که در پناهگاه‌ها و گرمخانه‌ها زندگی می‌کنند برسانند. این مسجد با همکاری اعضای جامعه اسلامی ساوث بند بودجه‌ای را برای تهیه این غذاها جمع‌آوری کردند. این مسجد در نظر دارد تا کمپین زمستانی را نیز برای کمک به افرادی که در گرمخانه‌ها زندگی می‌کنند راه اندازی کند. قرار است هدایایی برای کودکان و اقلامی برای بزرگسالان به منظور هدیه دادن به آنها در فصل کریسمس در نظر گرفته شود. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که در پی زلزله‌های اخیر در هرات 245 کودک در این استان بی‌سرپرست شدند. این سازمان همچنان نوشته که شرکای بشردوستانه سازمان ملل متحد برای حمایت از زلزله زدگان هرات 93.6 میلیون دلار درخواست کمک کردند. از زمین لرزه مرگبار در غرب افغانستان بیش از 10 روز می‌گذرد، اما هراس از پس لرزه‌ها و آسیب‌های این فاجعه همچنان باعث نگرانی ساکنان هراس شده است. گفته می‌شود بسیاری از مردم تا هنوز در شهر و شهرستان‌های هرات بیرون از خانه‌هایشان شب و روز را می‌گذرانند. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که 1400 یخچال طبیعی در سوئیس
از اوایل دهه 1930 میلادی تا کنون حدود نصف حجمشان را از دست دادند. بر اساس خبرگزاری آسوشیتد پرس، محققان دریافتند که حجم یخها در 1400 یخچال طبیعی سوئیس تا سال 2016، یعنی در 85 سال، به نصف آن کاهش یافته، اما از 2016 تا اکنون، یعنی در طی 6 سال اخیر، 12% دیگر حجمشان را از دست دادند. این در حالی است که به باور محققان، نگرانی های فزاینده در مورد تغییرات آب و هوا در حال افزایش است.